به نام خدای رنگ کمون، معذرت میخوام که تصویرم نیست، یه ذره ناخوش احوالم، نمیتونم براتون برنامه اجرا کنم، ولی گفتم که اخبار رو عقب نندازم و برگردیم به روال، بریم که اخبار رو داشته باشیم. تصویر این آقایی که پلیس ها دارن دستگیرش میکنن رو میبینید؟ باید بگم این آقا یه قاتل سریالی اهل آرژانتینه که بهش لقب کفتار رو دادن و به حبس ابد محکوم بوده. روز بازی آرژانتین و کرواسی بهش مرخصی میدن و با 6 تا محافظ میفرستنش خونه تا بازی رو از نزدیک ببینه. زمانی که 6 تا محافظ سرشون گرم بازی آرژانتین بوده، اینم به بهونه دستشویی رفتن فرار میکنه. سر راهش یه راننده تاکسی رو میکشه، چند نفرم با چاقو زخمی میکنه. بالاخره بعد از چندین ساعت میگیرنش و اون 6 تا محافظ بنده خدای بی حواس رو هم بازداشت میکنن. پلیس دهلی اخیراً یه باند جیبور رو دستگیر کرده. نکته جالبش اینه که دوزها اسم باند خودشون رو مسی گذاشتن و سرکرده این باند هم یک فوتبالیست هندیه. بعد از اینکه آرژانتین در جام جهانی قهرمان شد، این ویدیو در سطح گسترده‌ای داخل اینترنت وایرال شد. واقعاً که حسودیم شد به حال خوبشون. بریم با هم ببینیم. موقعیت عجیب در فینال جام جهانی قطر رخ داد. هم اردوغان که رئیس جمهور ترکیه است و هم ایلان ماسک برای بازی فینال به قطر رفتن و اونجا با هم دیگه روبرو میشن و برای یک دقیقه باید بگم این دو فرد با هم دیگه دست میدن. شما صورت ایلان ماسک رو دقت کنید، پوچ بودن از صورتش میباره و باید بگم که صورت ایلان ماسک به یکی از میم های ترند تبدیل شده و ملاقات رئیس جمهور ترکیه با ایلان ماسک به دلیل دریافت تیک آبی رایگان در توییتر بوده. افراد بی کله و خولی که میبینید فعالان آب و هوا هستند برای اعتراض به مصرف بیش از حد بنزین و سوخت هایی که ماشین ها میسوزونن رفتن تو کورس اتومبیل رانی نشستن. باز خوب عقل اون چند نفری که محافظین تماشاگرا بودن رسید و اومدن کشون کشون اینا رو از جاده بردن. تا آخر ویدیو نگاه کنید، همینجوری میکشنشون، کشیدنشون خیلی بامزه است، همینجوری میکشن حتی از کادر ویدیو هم میبرنشون بیرون. بزرگترین پیست اسکی سرپوشیده در دنیا که داخل دبی قرار داره. جالبه بدونید در این پیست 6000 تن برف سفید خالص وجود داره که به وسیله پیشرفته ترین سیستم های خنک کننده در دنیا از آب شدن اون جلوگیری میشه. و در آخر هم باید گفت این پیست اسکی 5 مسیر اسکی داره و پیست های 400 متری داره. احتمالاً یادتون میاد که مسی عبای اهدایی امیر قطر رو برتن کرد وقتی که تیم مسی یا آرژانتین قهرمان جام جهانی شد و جالبیش اینه فروش یک فروشگاه عبا 1400% افزایش داشته فقط به خاطر اینکه مسی این لباس عبا رو برتن کرده. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. واقعا متاسفم که نمیتونم پشت میز بنشینم و براتون برنامه اجرا کنم، حقیقتا یه ذره ناخوش احوالم. انشالله تا یکی دو ماه آینده این مشکل هم برطرف بشه. قابل ذکر بگم قبل از اینکه از اخبار داخل ویدیوهام استفاده کنم، قبلترش
این خبرها رو داخل ستادهای خبری تستشون میکنم و بعد از اینکه مطمئن شدم خبرها حقیقین و کذب نیستن ازشون داخل ویدیو هم استفاده میکنم که و خدایی نکرده اخبار اشتباه رو خدمتتون بیان نکنم. امیدوارم توی ویدیوهای فردا و اخبار فردا شب ببینمتون. در آخر اینکه درود بر شما.